سلام و درود به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان، هر کجا که هستید و در این ساعت به تماشای تفسیر خبر نشستید. جمشید چالنگی هستم، از واشنگتن با شما خواهم بود در ساعت پیش رو. پی خواهیم گرفت اون چرا که در ایران می‌گذرد، در عرصه منطقه‌ای نیز و در عرصه بین‌المللی، اون چرا که مربوط به ایران و مردم ایران می‌گردد. در ایران کرونا همچنان بیداد می کند، قربانیان تازه و وضعیت در بسیاری از شهرهای ایران بر اساس گفته مسئولان خود حکومت فقیه نیز بسیار وخیم است از بابت گسترش کرونا. پیدا شدن یا کشف معادن گاز در جنوب خلیج فارس در سواحل ابوظبی چه پیامدهایی خواهد داشت؟ 43 سال بعد از انقلاب اسلامی در ایران و به قدرت رسیدن ملایان شیعه و همراهان آنها در مسندهای انقلابی، ایران از نظر اقتصادی به ویژه اقتصاد نفت و گاز به کجا رسیده است؟ و پیامدهای کشتن رهبر داعش در سوریه توسط نیروهای آمریکایی. حکومت فقیه بسیاری از جوانان ایرانی رو زیر عنوان حفظ حرم به سوریه فرستاد، قربانی کرد، اما خبر عمده ای شنیده نشد. رهبر داعش کشته شد که پیامدهایی خواهد داشت در حضور نیروهای غیر سوریه در سوریه. میهمانان تفسیر خبر امشب آقای علیرضا نوری‌زاده، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب در انگلستان، و آنسوتر در گلاسکو اسکاتلند آقای رضا تقی‌زاده. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای نوری‌زاده خوش آمدید. درود به شما جناب چالنگی عزیزم، درود به دکتر تقی‌زاده و بینندگان تفسیر خبر به ویژه در خانه پدری، و همینطور خوش آمد به شما آقای تقی‌زاده. سلام و درود به شما، به دکتر نوری‌زاده و بینندگان شما. خب آقای نوری‌زاده، قبل از هر چیز اگر بخواید یک خلاصه ای، یعنی دستاوردهای این انقلاب اسلامی رو، چون این روزا سالگردش هست، این دهه فجر هم آغاز شده، فیلم های به اصطلاح جشنواره سینمایی هم همه اینا دستیم، واقعا نقطه مثبتی اگه پیدا کردین به ما بفرمایید، گزارش کوتاهی از دستاوردهای این انقلاب. من آقای جناب چالنگی، من گزارش مثبت رو به حساب جمهوری اسلامی نمیگذارم، به حساب رشد فکری مردم میگذارم. یعنی در واقع این جمهوری اسلامی بوده که با تمام توان برای منع رشد فکری جامعه تلاش کرده، ولی جامعه در پرتو رسانه ها، در پرتو ماهواره ها، در پرتو اینترنت، این جامعه روز به روز هوشمندتر شده. بنابراین نمیتوانم بگم دستاورد مثبت انقلاب، بلکه پیامد اون این بوده که جامعه امروز سیاسی تر شده، هوشمندتر شده و فریبکاران و دغلکاران حاکم رو خیلی خوب میشناسه. شما ببینید، فرمانده نیروی انتظام آقای طلایی، اون پروندهش در دانشگاهه، کشدار، بعدم که متهم اصلی به جرم ربودن یه ریشتراش محکوم میشه. این آقا بعد پا میشه میره کانادا. حالا چجوری رفته کانادا، چه سرمایه‌ای برده؟ من و شما دکتر تقی‌زاده میدونیم همینجوری نمیشه رفت کانادا، یا باید شما پناهنده بشین که اون نمیتونه بشه و نمیشه، یا اینکه شما پول ببرید و حداقل پولم 500,000 دلاره. آقای طلایی سرهنگ چگونه، یا سردار چگونه 500,000 دلار برده به کانادا؟ بعد عکس ایشون میاد در حال ورزش، خیلی هم حال میکنن، بعدم 4 روز بعدش تو تهران
عکس میگیری، بله من در تهرانم. ببینید مردم هوشمندانه دونه دونه اینا رو دنبال میکنه. هر شهروند ما شده یه خبرنگار، چند تاشون با شما تماس میگیرن، اطلاعات دست اول بهتون میدن، با من، با دکتر تقی‌زاده، با همه ما. این نشان دهنده اینه که جامعه بیدار شده. نکته دوم مسئله مذهبه. این مذهب بد جوری در خون و رگ ما ریشه پیدا کرد. مردم مطالعه کردن آقا چرا فرق آیه مکی و مدنی برای چیست؟ برای چیست این امام زمانی که اینا میگن آیا از نظر منطق علمی قابل اثباته؟ و اینا خیلی به نظر من نکات مثبتی بود که ما توی این جامعه خوشبختانه متوجه شد. بله در مورد نکات مثبت رژیم خواهش من هر دو مهمان تلفن‌های همراهشون رو ببندن قبل از اومدن برنامه بشه این کار میشد. آقای طرزاده، نگاه شما رو به طور کوتاه درباره اون چه که این انقلاب بر سر ایران آورد یا نیاورد اونطور که خود اونها میگن، بسیاری از اموری که قبلا نبود به گفته رهبران حکومت فقیه، شما خودتون رو جای من یا کسی دیگری بگذارید که یا خودش یا یکی از بستگانش در سنین جوانی مبتلا به بیماری سرطان میشه و سالها میگذره و این دوران شکوفایی رو در بستر بیماری طی میکنه و در اواخر عمر ازش میپرسیم که خب در این بیماری مهلکی که تو دچارش شدی آیا نکته مثبتی هم میبینی؟ واقعا کره شمالی کی دیگه قادر خواهد بود به کره جنوبی برسه؟ ایرانی که 42 سال پیش فخر منطقه بود، آرزوش این بود که نه آرزو، هدف تعیین شده برنامه ریزی شدهش این بود که یکی از 5 قدرت بزرگ دنیا باشه، هم اقتصادی، هم فرهنگی، هم علمی و هم سیاسی و هم نظامی. امروز وضعیتی داره که همه مردمی که داخل کشور هستند با اون آشنان، احتیاج به پاشیدن نمک روی زخم اونها نیست. ایران یک فرصت طلایی رو در این 42 سال سیاه از دست داده، فرصتی که با هیچ بهایی زیانهاش قابل جبران نیست. آقای نوری‌زاده، برخواهیم گشت آقای طرزاده به مسائل نفتی و مشکلاتی که برای ایران به وجود اومده. آقای نوری‌زاده، ببینید در ایران به طور سنتی دو ستون عمده وجود داشت، حتی پیش از اسلام، یعنی ستون دینی بود، موبدان زرتشتی به هر حال قدرتی داشتن، ستون پادشاهی بود. چیزی که اتفاق افتاد در انقلاب ایران، ستون دینی آمد ستون پادشاهی رو حذف کرد و خودش در مسند حکومت نشست و رهبر این انقلاب و این جریان اینها رسید به جایی که ما برای حفظ حکومت حتی واجبات دین رو هم میتونیم تعطیل کنیم. نه. یعنی حرفی که کفر تلقی میشد اون زمان قبل از انقلاب، لطمات اخلاقی که به جامعه زد، مصیبت‌های از این بابت، الان اتاق خواب‌های اعراب خلیج فارس متاسفانه زینت بخششون دختران ایرانی و جای دیگه است، از این بابت چه لطماتی رو شما می‌بینید به طور کوتاه به ما خواهید گفت؟ این چالنگیش همونطور که شما اشاره کردید، مذهب یکی از رکن‌ها و ستون‌های این جامعه‌ای بود به نام ایران. این مذهب اگر در جایگاه خودش قرار می گرفت، کشور پیش می رفت، جلو می رفت. اگر دخالت در امور، من یک جمله مدرس رو یادم نمی ره که در مجلس بحثی که اونجا شده بود که شما رفتین از آلمان پول گرفتین، گفتود آقا جان من از شمرم میرم پول می گیرم اگر برای مملکتم باشه، اگر برای وطنم باشه، من آخوند اونجوری نیستم. یعنی باز که اومدم بهش گفتم مجلس شورا اسلامی باشه، گفت نه خیر، فردا هر قانونی رو میزنید به اسم اسلام، مردم فوش میده. منظورم اینه یه نگاه اونجوری بود که تعامل میکرد، حالا مخالفتی هم داشت اعلامیه میداد، بعدم حالا یا مثلا توجیهاتش پذیرفته میشد یا پذیرفته نمیشد. اما زمانی که مذهب شد همه چیه جامعه، شما برای حمام رفتن و آب خوردن و نشستن و برخواستن و همه چی براتون داستان و حدیث آوردن، قال صادق قال باقر، در نتیجه جامعه
به مرور مجبور شد، نه اینکه خیلی هم دل بخواه بود، مجبور شد روی این باور مذهبیش تعامل کنه و این تعامل باعث شد به سرعت، به قول مهندس بازرگان گفت، گفته بود که یدخلون فی دین الله افواجا، همون اول انقلاب، و ما الان میبینیم که یخرجون من دین الله افواجا، و واقعا اینجوری شد. شما الان چند درصد ایرانی ها رو میدونید که با اون باورهای قبل از انقلاب به دین نگاه میکنه؟ یکی از ضربه های این بود. چرا؟ چون دین در هیئت یک درس اخلاقی خیلی جاها جامعه رو حفظ میکرد، از خیلی از امور پرهیز میداد در مردم بدون اینکه اجباری در کار باشه، یه پالهی بود، یه اخلاقی بود. دوم، جامعه رو بیان کرد که آقا دروغ یه چیز واجبه، یعنی امروز دروغ گفتن یکی از ملکه های جامعه ما شد، از رهبر دروغ میگه تا رئیس جمهور تا آدم عادی تو کوچه، به شما تلفن میکنن، زنگ میزنن، آی چالنگی بچه من در حال مرگ، $100 برام بفرست. بعد میبینی ای داد، با آقای تقی‌زاده‌ام زنگ زده، به من و به دیگری هم زده. این دروغ شده جزو خصایص و چیزی که تو این جامعه است. مسئله سوم آقای چالنگی، بنیان خانواده رو این رژیم نابود کرد. ارتباطی که بین برادر و خواهر، الان میگن سر ارث پدر برادر و خواهر رو روی هم چاقو میکشن، بانوی شوهرش رو میکشه، از گوشتش خورش درست میکنه، میده به مادر او و خواهر او. ببینید جامعه، یعنی بخشی از جامعه حداقل دچار انحطاط و عجیب اخلاقیه. بعد این دزدی، بعد سرقت بیت المال. آخه چجوری میشه رئیس یه بانک 3 میلیارد بدوزه، رئیس اون یکی بانک 5 میلیارد و اون یکی بیاد 10 میلیارد، نمیدونم خانم فلان بیاد با پتروشیمی 700 میلیون برداره. میخوام بهتون بگم جامعه خطوط قرمز دونه دونه شکسته شد. این رژیم دیگه خط قرمزی باقی نگذاشت و به قول شما آقای علم الهدا نماینده مقام معظم رهبری، خانه های عفت درست کرده در مشهد، دختر آقای سردار قاسمی در بیروت. این جامعه بی اخلاق شده متاسف. خب شما شرکت به یک رشد سیاسی رسیدن، اما اون که برای $100 ناچار چون این دروغی رو بگید، نیازمندانی هستن که پول اونها عملا به غارت رفته. این حکومت یکی از چیزایی رو که رواج داده آدم فروشی هست، که از کودکی در مدارس تدریس کردن، شما به در مادرتون چه کردن، شب گذشته نمره میدن و بقیه موضوعات. من نگفتم رشد سیاسی، نه من نگفتم رشد سیاسی به علت رژیم، گفتم شرایط، اینترنت، ماهبار. ناقض اون حرف نیست، یعنی نقض اون حرف نیست. آدم ها در عین داشتن آگاهی به اینکه چه وضعه ناچارن به کارهایی که شاید هم موافق نباشن، یعنی تمام اینها ناشی از وضعیت همین هست. این آگاهی هم در کنارش قطعاً همونطور که شما اشاره کردید هست که میدونن ریشه مسئله کجاست، همین حکومت هست. آقای مهندس بازرگان، اولین نخست وزیر حکومت، نخست وزیر انقلابی که گفت، صراحتاً گفت ایشون که آمدن و این حکومت رو دست ما دادن، ما هیچ برنامه‌ای نداریم. اون چرا که نگفت آقای بازرگان چه کسانی این حکومت رو دست حضرات دادن؟ به هر حال این بحث طولانی، اما آقای تقی‌زاده شما اشاره کردید به این نکته که کره شمالی، کره شمالی حداقل در چشم‌انداز این نکته رو یا اینو می‌بینه که اگه یه زمانی با کره جنوبی یکی بشه میتونه پیشرفت کنه، مثل آلمان شرقی مثلا. اما حکومت ایران که یک زمانی کره‌ای ها در ایران کار میکردن و میخواست ژاپن دوم بشه، آیا چون این بختی رو داره بعد از این حکومت؟ باید دید که پرونده این حکومت که بسته خواهد شد. من باور ندارم واقعا، اگر تنویر فکری در بعضی از محافل روشنفکری احساس میشه، این هزینه رو بتونه توجیه بکنه که مردم ایران در این 42 سال پرداختن. من باور ندارم که روند تحولات اجتماعی سیاسی در اروپا در نتیجه فقر بوده، نه در نتیجه ثروت بوده. باور دارم که اگر انقلاب اسلامی 42 سال پیش در ایران
مسیر تاریخ این کشور رو عوض نمی کرد، امروز مردم ما جزء روشنفکرترین، آگاهترین، درسخوانده‌ترین جماعت‌های منطقه، نه تنها منطقه، در دنیا به شمار می رفتن. این فقره که مادر همه عقب موندگی‌ها، مادر همه فسادها، مادر همه انحراف هاست. در فقر نمیشه واقعا اشراق دید، نمیشه روشنایی دید، نمیشه نور دید. و این فرصت برای ثروتمند شدن، برای مرفه زندگی کردن، برای مجهز شدن به علم 42 سال پیش از ایران گرفته شد. و این توطئه متاسفانه من میبینم در جای جای خاورمیانه همچنان در حال ادامه است. افغان‌ها در مسیر نسبتاً بهتری حرکت می‌کردن تا زمانی که آقای بایدن تصمیم می‌گیره طالبان رو به اونجا برگردونه. می‌بینیم یک گروه قشری تروریست در یمن مشغول فعالیتن، گروهی که اغلب کشورهای اروپایی اونها رو تروریست معرفی می‌کنن. دولت آقای بایدن از نه تنها تروریست خواندن اونها الان ابا می‌کنه که اونها رو از لیست تروریست‌ها خارج کرده و عملاً شاهد پیشروی بخشی از این نیروها در نیمی از یمن هست. میبینیم این وضعیت در سوریه تثبیت شده، میبینیم حزب الله لبنان به یک نیروی سیاسی در کشور خودش تبدیل شده. اینها نشانه های رشد نیست و مردم این کشورها واقعا تجربه تلخی که مردم ایران در این 42 سال داشتن در حال تکرار هستند. کره شمالی حق با شماست، اگر با کره جنوبی یک روزی متحد شد و هم ملحق شدن، همون داستان آلمان شرقی و آلمان غربی تکرار خواهد شد. ولی برای مردم ایران یک فرصت طلایی از دست رفته. آقای تقی‌زاده، همینجا این پرسش هست که یکی از اتفاقاتی که افتاد این مسئله نفت ایران هست، گاز ایران هست، الان چه اهمیتی داره؟ الان ابوظبی هم در سواحلش به اصطلاح گاز کشف کردن و بقیه جا. الان چه چیزی رو تحویل گرفت انقلاب؟ به کجا رسوند؟ واقعا اهمیتی داره نفت ایران در بازار نفتی؟ نه نداره. من توضیحات دردناکی دارم در مورد نفت و گاز که نمیخوام به قیمت گرفتن وقت دکتر نوریزاده تمام بشه. ولی خلاصه این است که تمام دنیا به دنبال روش هایی هستن که محیط زیست رو سالمتر بکنه و اونها انرژی های فسیلی رو، نفت و گاز رو هدف گرفتن. در وضعیت کنونی اروپا در یک بحران انرژی به سر میبره. بحران گاز که حتما دکتر نوریزاده امروز اگر خبرها رو تعقیب کرده میدونه که قیمت گاز امروز دو برابر شده در بریتانیا و این مشکلی نیست که فقط مربوط به ما باشه. آلمانی ها هم این مشکل رو دارن به این علت که یک بازار انحصاری صادرات گاز برای روسیه پیش آمده و روسا برای تامین نیازها دچار اشکالات فنی هستند و البته این انحصاری بودن وضعیت دست اونها رو بالا نگه می‌داره. ولی همزمان با این ما می‌بینیم تلاش‌های چشمگیری در منطقه مدیترانه و جنوب خلیج فارس در حال شکل گرفتنه. تازه‌ترینش موردی است که شما به اون اشاره کردید. ولی متأسفانه ایران در طول 42 سال گذشته در مسلخ توسعه برنامه اتمی نفت و گاز خودش رو قربانی کرده. نفت عملاً تأثیرش رو در بازار بین‌المللی از دست داده. گاز با اینکه منابعش برای 200 سال آینده کفاف میکنه، حداقل ظرفیت رو برای بقا هم نداره. ما یکی از دو قدرت بزرگ گازی دنیا هستیم، در حالی که برخلاف قدرت شماره یک یعنی روسا و قدرت شماره سه یعنی قطری ها که صادر کننده عمده گاز هستند، ما وارد کننده خالص گاز به شمار میریم. خب آقای نوریزاده، آقای طرزاده نگران این بودن که شما این خبر رو دنبال کردید، که قطعا دنبال کردید فکر میکنم خبر گاز. بله چیزی که بله. اونایی که عجیبه اون باید بره حتما بفهم دنبال. نه عرض کردم وقتی عجیبمون باید بره حتما باید دنبال کنیم دیگه. خیلی روشن. خب خبر دیگه هم که بود 24 ساعت گذشته کشته شدن این رهبر القاعده است که بایدن آمده و گفته به اصطلاح منفجر کرده خودشو یا به شکلهای مختلفی روایت شده. واقعا این سیاست منطقه، این همه آدم فرستادن اونجا در سوریه زمین معامله کردن، خرید و فروش، بساز و بفروش، همه اینا به جای خود بود. ولی واقعا این سیاست منطقه‌ای آقای نوریزاده وقتی مرور میکنید به ما بینندگان چه خواهید گفت این در 42 سال؟ جناب سارنگی، من فقط یه چیز
مختصر اضافه کنم به حرفای دکتر تقی‌زاده. ابوظبی آمد با ایران یه قراردادی بست، کرسنت یعنی، که 25 سال تامین گاز ابوظبی رو ما انجام. بسیار قرارداد پرسودی بود و بعد ایران رو مسلط میکرد. وقتی شما چراغ خونه و چراغ خوراکی یک کشوری رو روشن میکنی معلومه چقدر نفوذ داری. اینا سر دزدی و رشوه این قرارداد رو به هم زد. یعنی تیم آقای زنگره که قرارداد رو بسته بود، تیم آقای کردان رو فرستادن، ایشون 80 میلیون دلار نقد درخواست کرد، بعد دونه نمیدونم 20 دلار هم از هر 20,000 دلار. و هر حال کرسنت گفت آقای حمید جعفر گفت من از این پولا نمیدم، من با پادشاه ایران معامله کردم، پول ندادم، به شما هم نمیدم. در نتیجه این قرارداد به هم خورد، ایران در لاهه محکوم شد و خدا میدونه چند میلیارد باید اینا برن بدن. و یه آقایی هم بیچاره، آقای یزدی، ایشون هم جونش رو داد چون حقیقت رو رفته بود گفته بود از راه اینترنت به دادگاه. به هر روی برگردم به سوال شما. ببینید، کشتن آقای عبدالله قرداش یا آدم های دیگه که آمریکایی ها مرتب زدن و کشتن تو یمن تو جاهای دیگه، ریشه تروریسم رو که نکنده. این یکی میره یکی دیگه جاش میاد دیگه. بن لادن بزرگتر که نبود، خب اومد زواهری جاش نشست و آقای پسر بن لادن. مسئله اینه سیاست آمریکا در منطقه غلطه. آمریکا در سوریه اصلا برای چی رفته؟ اگر با روسا توافق کردن در مورد سوریه که روسها مانع از این بشن که جمهوری اسلامی به مرز اسرائیل برسه و سلاح‌های خاصی رم نتونه وارد کنه، آمریکا برای چی اونجاست؟ بعد آمریکایی‌ها از نیروهای دموکرات کرد حمایت میکنه، ترکیه دشمن خونی ایناست و به هر قیمتی شده اینا رو میخواد بزنه و جلوی کارشون بگیره. الان هم این در واقع آقای قرداش رو حزب دموکراتی کرد بوده که پیداش کردن و کشتنش. چندی قبل زندانشون هم رفتن و تعدادی از القاعده ایران گرفتن دوباره. منظورم اینه که این نتیجه بخش نخواهد. آمریکا باید یه تجدید نظر کلی در سیاستش بکنه. حرف آمریکا باید ارزش داشته باشه. نه اینکه آقای بایدن در یک شب ملت افغانستان رو بفروشه. با این وضع فجی امروز خبر شدیم دیروز که دو تا بانوی جامعه مدنی افغانستان و یک خواننده رو رفتن از خونش دزدیدن از خونش و این خب اسباب نگرانی. بنابراین میخوام بگم این سیاست آمریکا غلطه. این سیاست به هیچ جا نخواهد رسید. که هم حالا رهبر تروریست بکشن، 5 تا ردیف آماده اونجا هست. خب پرسش من آقای نوری‌زاده خیلی خلاصه، پرسش من راجع به سیاست آمریکا نبود، به اونم میرسیم. پرسش من راجع به این سیاست یا عملکرد حکومت ایران هست طی 43 سال. چون بارها صحبتش کردیم، امروز اگر بخواید یه کلیت این هزینه هایی که تولید شده، نتایجی که به وجود آورده چه بوده آقای نوری‌زاده؟ ببینید، رژیم جمهوری اسلامی تا زمانی که هست تروریسم در منطقه برقرار. این یکی از دستاوردهای جمهوری اسلامی بود. اگر من نمیخواستم آمریکا رو بگم، ولی میگم اگه ایالات متحده و اروپایی‌ها ذره ای صداقت داشتن، میدونستن ام الفساد کجاست، ریشه این مصیبت ها کجاست، آمریکا تا چه حد باید شهروندانش کشته بشه تا بفهم جمهوری اسلامی پشت. آقای بایدن داره سر و دست میشکنه که با اینا قرارداد امضا کنه. الان هم فهمیدیم یواشکی پشت پرده مشغول مذاکره. خب ببینید آقای چالنگی، این رژیم یه رژیمی بوده که در سر تا سر طول تاریخ ایران، حتی زمان مغولها، حتی در زمان اشغال ایران، هیچ رژیمی تا این حد ضد ملی نبوده، ضد مصالح اون منطقه حکومتش نبوده و این رژیم هست. این هم دستاوردشه. بعد از 43 سال پرچم چین باید در روز مثلا آزادی بره اون بالا کنار پرچم ایران. زمان شاه فقید اگه این کار کرده بودن پرچم ایران با امریکا، آقایون مخالفان چی کار میکردن با شاه؟ ایران و فروخ با امریکا، همین بود دیگه.
ولی الان صدای هیچ کدوم در نمیاد. آقای علایالدین بلوچی هم میره اینجا، تمام حقوق بگیرای چین پورسانتاج بگیره تو مجمع حاضر بود. خب آقای تغییرزاده صحبت همین، واقعا شهریار دادم میبینه بسیار غم انگیز بود این بالا رفتن بیرق چین در اینجا و جناب حسین امانت گرامی که در کانادا هستن تندرست باشن و طراح جوان این بنا بودن و کارشون برنده شد بدون هیچ پشتوانه روابطی سر زیبایی. برحال آقای تغییرزاده ببینید، اشاره شد که اگر آقای دوریزاده اشاره کرد که اگر بخوایم تروریسم برداشت بشیم رژیم باید برداشت. اینهون قضیه شوروی هست، اینهون قضیه شوروی هست که تا زمانی که شوروی بود به عنوان یکی از قطبهای دو قطب به اصطلاح بزرگ، همه احزاب کمونیست در سراسر جهان فعال بودن. با از بین رفتن شوروی تمام اینها فروکش کرد، انگار نه انگار. در فرانسه از جورج مارشه گرفته حزب کمونیست، سوسیالیستا و بقیه و همه جای جهان. به نظر میرسه که چنینه که امید بخش از این حکومت فقیه در عرصه جهانی اونچه که بیداری اسلامی نامیده شده توسط حکومت فقیه، با از بین رفتن اون هست که این اسلامگرایی سیاسی فروکش خواهد کرد. چنین نیست؟ یکی از امکانات اون چی که شما به عنوان اسلامگرایی تجدید حیات اسلام ازش یاد میکنید واقعا تجدید افرادگرایی اسلامی است و زنده کردن خانه‌ای که شما اون رو خانه امن تروریسم میبینید و این درسته. تروریسم زمانی رشد میکنه که جایی برای قایم شدن داشته باشه، برای پناه گرفتن داشته باشه. اگه در شهر اقدام تروریستی میکنه اونقدر خونه امن باشه که بتونه اونجا سنگر بگیره. و الان برای تروریسم اسلامی در سراسر منطقه ایران جای امن نیست. اگر میان زیبا کنار رو میگذارن برای تعلیم حوتی ها که بتونن بمبگذاری کنن توی کشتی ها، اگه بتونن گروه های تروریستی رو به جنوب لبنان ببرن و حزب الله به اونها آموزش بده، اگر در عراق بتونن گروه های نظامی به اصطلاح هشت و شعبی درست بکنن که به نوعی الگوی حزب الله یا بسیج اسلامی در ایران هست، اینها یک خانه قدرت دارن و میبینیم که حداقل دولت کنونی آمریکا به دنبال تضعیف این خانه قدرت نیست. به بهانه قرارداد اتمی یا احیای برجام چشم به روی تمام تحریم ها بسته، در زمانی که آقای بایدن آماده میشه که امروز جمعه نماینده خودش رو به وین بفرسته دوباره برای مذاکرات اتمی، میبینیم یک کشتی نفتکش بزرگ با 2 میلیون بشکه ظرفیت مشغول تخلیه بار در بنادر ونزوئلا است. میبینیم که چینی ها اعلام میکنن که روزانه بین 60 و 70 میلیون بشکه از ایران نفت گرفتن در ماه و این آمار و ارقام در وضعیتی است که تحریم های آمریکا وجود داشته. بنابراین اگر جمهوری اسلامی از نظر قدرتی مثل آمریکا تقویت میشه و نه تضعیف، و اگر میبینیم که با این وجود اقداماتی علیه سران تروریستی صورت میگیره، همونطور که دکتر میرزاده به درستی اشاره کرد، بدنه این فعالیت در منطقه همچنان باقی میمونه. دموکرات ها میان آقای بن لادن رو میکشن، میان آقای الزرقاوی رو میکشن، جمهوری خواها میان آقای البغدادی رو میکشن، قاسم سلیمانی رو میکشن، و آقای بایدن دموکرات دوباره میاد حالا آقای الهاشمی رو میکشه که جانشین البغدادی شده بود. اینها هرگز منتهی نشده به از بین رفتن اسلام افراطی، چنان که بعد از ملا عمر در افغانستان هم طالبان نمردن و دوباره به قدرت تو اون کشور برگشتن. متاسفانه این تضاد و دورویی سیاسی رو میشه در دنیا شاهد بود و دولت امروز آمریکایی که از نمونهایی بود. ببینید سوال من آقای طرزاده اینه که ریشه این باقی موندن کجاست؟ امیدبخشی حکومت ایران نیست؟ که میبینم در اونجوری یعنی بیدار شدن این سلول های خفته، فعال شدن سلول های خفتهی که در خاورمیانه بود، به طور کوتاه بفرمایید ممنون میشم. یقیناً با براندازی جمهوری اسلامی، با فروپاشی جمهوری اسلامی، چنانکه کمونیسم بعد از فروپاشی اتحاد شوروی
نفسش به شماره افتاد و تمام کشورهای کمونیستی به جز شماری کمتر از انگشتان یک دست در دنیا باقی موندند، با فروپاشی جمهوری اسلامی بایستی ما شاهد آغاز پایان افرادگرایی اسلامی و اسلام سیاسی در منطقه باشیم. بله، همونطور که در آغاز این پرسش هم اشاره کردیم این نکته هست، اتحاد جماهیر شوروی تا زمانی که پا بر جا بود حتی احزاب مخالف شوروی هم فعال بودن در اروپا، بلنگوه در ایتالیا، مارشه در فرانسه و بقیه، جورج مارشه و بقیه. ولی با فروپاشی شوروی می‌بینیم که تمام این جریان‌های امیدبخش جهانی قطع میشه و از بین میره، فروکش میکنه. آقای نوری‌زاده، این بیداری اسلامی رو که حکومت فقیه تبلیغ کرده تا چه اندازه هزینه داشت برای ایران و تا چه اندازه باعث بدنامی به هر حال ایران شد در عرصه بین المللی؟ چون حوصله یا وقت یا تشخیص این ندارن جدا کنند. سوری میبینه ایرانی ها هستن به هر حال که هموطنشو میکشند، یمن همین و جاهای دیگه. آی چالنگی، ببینید سهو اسلامی یا بیداری اسلامی یه دکونی است که به هر حال راه انداخت جمهوری اسلامی، اونورم اخوان المسلمین سینه براش زدن. آقا نگاه کن، ما کراواتی هستیم، ما کامپیوتر دستمونه. و اومدن در همون یه سال دیدیم در مصر چه کردن و درود به ملت مصر و ارتش مصر که با اون اقتدار اینها رو تو زباله‌دانی انداختن، یه نفس هم نمیتونن بکشن. حالا آقای اردوغان بره جمعشون کنه پول بده بهشون. ببینید آقای چالنگی، من بازم تکرار میکنم، دکتر تقی‌زاده‌ام گفت تا زمانی که رژیم جمهوری اسلامی باقی است این دکون بازی و این خیمه شب بازی ادامه داره. ببینید رژیم از تروریسم جان میگیره، مایه میگیره. الان فکر کنید در یمن یک کشوری رو 10 سال به نابودی کشونده، دولت ایالات متحده چه اقدامی کرده جلوی حضور جمهوری اسلامی رو بگیره؟ هیچی. هر از چند گاهی یه اعلامیه بدن، حتی حاضر نیست حوثی ها رو تروریست خطاب بکنه. در عراق آمریکا موجوده، نیرو داره، انتخاباتی انجام شده، حزبی انتخابات رو برده، میخوان دولت تشکیل بدن. آقای قاآنی از تهران پا میشه میاد فرمانده سپاه قدس و به آقای بارزانی میگه اگر نوری المالکی تو دولت نباشه عراق دچار هرج و مرج میشه. آخه شما فکر کنید وقاحت تا کجا، تا کجا؟ در حالی که قرار بود آقای مصطفی کاظمی بمونه، آقای حلبوسی رئیس پارلمان باشه، آقای دکتر برهم ساله رئیس جمهوری باشه. اینا اومدن به بارزانی گفتن ما از ریاست جمهوری هوشیار زیباری حمایت میکنیم و شما هم بیاید. عراق الان دوباره انداختن تو 3-4 ماه اضطراب و عدم. خب چرا، چرا باید دنیا تحمل کنه؟ چرا باید بریتانیا و آلمان و فرانسه ادعای حقوق بشر بکنن و اینو تحمل کنن؟ ببینید من میگم، بازم میرسم به این نقطه، ما هیچ پشت و پناهی نداریم و فقط ملت ماست که میتونه با حضور خودش در خیابان، با حضور خودش در صحنه این لکه ننگ رو از دامن تاریخ ما پاک کنه. این رژیم یک لکه ننگه، آبروی ما رو برده. مردم جا چقدر کشتار تو لبنان کردن. آی چالنگی، لبنان رو رفتی دیدی؟ حریری دوباره لبنان رو ساخت. امروز پسرش سیاست به حال تعلیق در میاره تو شهر. الان ببینید چه خبره، نفت و بنزین ندارن. اون زندگیشون لبنانی که عروس خاورمیانه بود فقط به خاطر رژیم جهل و جور و فساد. خب آقای تقی‌زاده، مردم بارها و بارها در این 40 چند ساله به خیابون اومدن. زندانیان سیاسی در ایران بالاترین رقم تعداد بوده و هستن در این 40 سال، 43 ساله، و همه این اتفاقات افتاده. در جریان انقلاب چند راهپیمایی بود و چند بیانیه که یکی از بیانیه‌های راهپیمایی جلوگیری از انتشار فیلم‌های اینگمار برگمن در شبکه 2 تلویزیون، که من اون بیانیه رو فرستادم به نحوی دست برگمن هم برسه. در
و بعد حکومت سقوط میکنه و خیلی خیلی این حرف هست که در حال حمایت های خارجی بوده. در ایران پس چرا بعد از انقلاب این اتفاق نمیفته؟ آقای نوری‌زاده مثلا اشاره میکنه که این دولت های غربی خب باید آیا منافعی دارن که هست ادامه این وضعیت، چرا اون اتفاقی که مورد خاص مردم هست نمیفته علی‌رغم راهپیمایی های مکرر، حضور مکرر در خیابون ها؟ چه چیز دیگه لازم داره؟ من نمیدونم آقای چالنگی، اگر شما کسی رو پیدا کردید که پاسخ این سوال رو داشت لطفاً من رو هم خبر بکنید که در این پاسخ شنیدنش شریک باشم. ولی به هر حال روند تحولات اجتماعی به خصوص در کشورهایی مثل ایران در منطقه مثل خاورمیانه روند قابل پیشبینی نیست و نحوه فروپاشی و ساقط شدن رژیم ها هم رژیم های دیکتاتوری هرگز شبیه با هم نیست. البته محورهای مشترکی دارن، نقاط مشترکی در اونها وجود داره، شرایطی برای سقوط اونها هست، ده‌ها کتاب هم در این مورد نوشتن، از انقلاب‌های رنگی، نمیدونم تقسیم بندی مراحل تکوین و تغییر اجتماعی در جوامع، ولی هیچ کدوم از اینها واقعا به صورت دقیق قابل پیاده شدن در یک کشور و یک رژیم خاص نیست. ولی اون چی که به نظر میرسه این است که مردم ما حالا شهامت بیشتری دارن برای ایستادگی در مقابل این حکومت و میزان نارضایتی به مراتب بیشتر از اون چیزی است که سال گذشته بوده. آیا این دوتا واقعا شرطهای لازم و کافی برای تغییر رژیم در ایران خواهد بود؟ نمیدونم، واقعا این پرسش بسیار با اهمیتیه و پاسخ اون بسیار بسیار مبهم، ولی باید امیدوار باشیم که این تحولات در جهت تضعیف حکومت باشه. البته سیاست‌های خارجی، تحولات منطقه‌ای، تغییرات در ژئوپلیتیک منطقه، پیشامدهایی که قابل پیش‌بینی نیستند میتونه در روند این تغییرات و تحولات تاثیرگذار باشه. ممکن هم هست یک جرقه واقعا کاری رو شروع بکنه که ما انتهای این رژیم رو ببینیم. واقعیت این است که هیچ رژیم دیکتاتوری همیشه ماندگار نیست و این حکومت خیلی از پایه‌های قدرت خودش رو تخریب کرده و حالا به نوعی به انسجام رسیده در جهت افرادگرایی. آیا این رمز پیروزی حکومت برای سالهای آینده خواهد بود؟ من تردید دارم. خب آقای نوری‌زاده، آقای تنزاده گفتن اگر کسی پرسش این پاسخی داشتن از شما میپرسیم. چرا این اتفاق، من قیاس نمی کنم، طبعا کسی قیاس نمی کنه. نظام پیشین خیلی خودشو مقید به اصولی میدونست، متعهد به تعهدات بین المللی میدونست و همه اینها برای انسانها علی‌رغم انتقاداتی که بود جان انسانها ارزش قائل بود. اگر مخالفی دستگیر میشد اولین گامها در این مسیر بود که با اون کنار بیان و یه جایی مشغول به کار بشه و مفید به همه اینا بود. منتها این رژیم وضعیت دیگری داره. نیکتا اسفندانی رو به گله میبنده، منوشهر بختیاری فرزندش رو میکشه، خودش رو به زندان میندازه و بقیه کارهایی که همه مردم میدونن. و از اون ورم مردم، در واقع پایگاه این حکومت که ترس مردم بوده به نحوی ریخته، میان در خیابونه. های کشورهای غربی همچنان نفعی دارن در حفظ این حکومت، همراهی با این حکومت. چه هست؟ چرا اون اتفاق نمیفته؟ من میگم حس میکنم که دارن، یعنی من تصور میکنم که آیا اگر رژیم خمینی نبود آمریکا این میزان میتونست اسلحه بفروشه به منطقه؟ آیا این میزان میتونست بهره ببره از ثروت‌های منطقه؟ اروپا یا همینطور، اگر ترس جمهوری اسلامی نبود آیا آمریکا میتونست نقشه‌هاشو پیاده کنه؟ ببینید آقای چالنگی، فقط اینو در نظر بگیریم، در سال 57 دو کشور منطقه ایران و عراق به سرعت داشتن جلو میرفتن. صدام حسین چنان دلبسته به برنامه های پادشاه شده بود که اصلا آقای سامرایی رو به تهران فرستاده بود برای اینکه با آقای هویدا در تماس بود طرح رو پیاده کنه. خب این ایران، سوریه حافظ اسد بدون داشتن پول 600 میلیون دلار شاه بهش کمک کرد برای اینکه سیستم آبرسانی و لوله کشی و نمیدونم قطار و اینا رو درست کنه. لبنان اون شرایط رو داشت. این طرفتر شبه جزیره عربستان خالی از جنگ و دعوا و درگیری بود.
جنوب حاشیه خلیج فارس همه در حال تحول و پیشرفت بودن. پاکستان داشت از جامعه اسلامیش میومد بیرون. پاکستان شاهد هستیم که نخست وزیر زن داشت، میومد بیرون، اصلا تحول داشت. افغانستان در پرتو دولت مردی مثل محمد ظاهر شاه و نور احمد خان اعتمادی، شفیق و غیره داشت متحول میشد. هر جا رو نگاه کنی، ترکیه همینطور، یک باره این فتنه از آسمان نازل شد. چه شد نتیجهش؟ جنگ ایران و عراق 8 سال دو کشور از پیشرفت باز داشت و پس زد به عقب. بعد داستانهای دیگه پیش اومد. یه دفعه آقایون علاقمند به بهار عربی شدن، بهار عربی با اخوان المسلمین، و دیدیم چه بساطی در مصر و در سوریه و در جاهای دیگه. واقعا باید گفت ملک عبدالله پادشاه اردن و پدرش ملک حسین یا پادشاه مغرب، اینا آدمای بسیار هوشمندی بودند که این توطئه آمریکا رو تشخیص دادن و از ابتدا سیاست‌های اتخاذ کردن که نقطه‌ای نرسه که آمریکا سوار موج بشه. به نظر من آمریکا دشمنی‌هاش رو با ملت‌های منطقه ثابت کرد. اسرائیل که ملتزم بود حقوق فلسطینی‌ها رو به رسمیت بشناسه، فلسطین مستقل بشه، امروز کاری کرد که فلسطین چرخه هفتم درست کرد و اصلا دیگه کسی راجوز، دولت‌های عربی اصلا دیگه راجوز حرف نمیزنن. تو کنفرانس‌هاشون فلسطین آخرین موضوع مورد بحث. اینا همه دستاورد برای آمریکا بوده، برای دولت‌های غربی بوده، بنابراین دوست دارن دیگه، ولایت فقیه رو دوست دارن. آقای تقی‌زاده، ایران چه معادن و چه ثروت‌های دیگه، ثروت انسانی که مهمترینه، نیروی انسانی. همه ما یادمون هست زمان پیش از انقلاب درباره ایران گفتن یک جوری به اصطلاح به قول امروزی ها افت داشت. شعر درباره ایران سرودن، سرود ساختن، به هر حال در جامعه روشنفکری یا هر عنوانی بسکن. اما امروز روز تعلق خاطر به ایران و دلبستن به ایران، ایرانی آباد و مرفه بسیار زیاده، حتی در میون جوانان متولد شده در خارج از کشور. ایران جدای از نیروی انسانی که مهمترینه، چه معادن، چه ظرفیت ها، چه سرمایه های دیگه داره برای ساختن ایران پس از جمهوری اسلامی هر زمانی که سقوط کنه؟ یادم سه آقای چالنگی زمانی که مدرسه می رفتم توی رادیو هم کار می کردم و با مرد شریفی آشنا شدم که رئیس من بود، آقای احمد سروش، و از طریق او با جمع دیگری از اهل شعر و ادب هم آشنا شدم. و سروش یک محفل تسلیس درش عضو بود که اخوان سالس بود و اقبال لاهوری. یکی از این روزهایی که با احمد سروش صحبت می کردم، او می گفت که اگر چینی ها، این در حوالی جنگی بود که هند و چین با هم داشتن، حتی اگر همه ارتششون رو به خاک هند ببرن، پشت دیوار فرهنگ هند که مستغنی از فرهنگ پارسی هست متوقف میشن. این وضعیت برای مجموعه ایران یک حقیقته. زبان پارسی، فرهنگ پارسی یک ثروته، ثروتی که ما شکوفه های اون رو امروز میبینیم به درختان تناوری در تاجیکستان تبدیل شدن بعد از چند دهه حکومت کمونیستی. در افغانستان افتخار مردم این است که زبان فارسی صحبت میکنن، وسیله رزم اونها هست که جلوی طالبانی ها و زبان پشتون بیستن. و در ایران هم ما این شکوفه ها رو میبینیم که همچنان در حال رشدن. یک انقلاب هنری صورت گرفته. ما هر هفته و هر روز شاهد ظهور خواننده هایی هستیم با صداهای دلکش، با نواهای دلنشین که از هر کجای دنیا سر در میارن و همینطور در داخل با. ایران اینها ثروت های ایران هستند. ولی اگر منظور شما ثروت های مادی است، بله، ایران بزرگترین مجموعه نفت و گاز دنیا رو داره و ایران برای 10 فلز درجه اول دنیا یکی از 10 دارنده ذخیره های بزرگ دنیاست.
آقای نوریزاده قبل از برنامه هم صحبتش بود، آقای طنزاده دقیقا همه جایی که من و شما بودیم گذر میکردن، ولی خب این بخت رو نداشتن اون موقع ببینیشون. بله آقای تقی‌زاده عزیز و از با سروش عزیز. بله سروش گفت من نمایشنامه و متنای رادیویی و همه مرد بزرگی بود واقعا. بله آقای تقی‌زاده دست نوشته شما خبر دارید آیا مونده پیش کسی هست نیست؟ دست نوشته های احمد سروش هم خانومش هم فرزندش که اون موقع نسبتا بالغ بود اینها رو جمع‌آوری میکردن. یک خانومی در این اواخری که من با برای احمد خان سروش یا برای رادیو با بزرگ دبیری او کار میکردم به گروه ما آمد به اسم خانوم طاهرزاده که او هم در این زمینه کمک کرد، ولی علی جواهری مقدار زیادی از این دست نوشته ها رو داشت و اغلب اونها چاپ شد. احمد سروش در آخرین ماهای حیاتش به دنبال این بود که قرآن رو به نظم فارسی در بیاره. خب آقای نوریزاده یادتون هست که سه شنبه ها سری میزد میومد مینشست در جلسه ادب امروز. چه شبهایی بود آقای نادرپور عزیز استاد همه ما غزلسرای روانش شاد حسین منصوی و بقیه. اسقر باقری که شما هم قول دادید دفعه دیگه که آمدین دست قرار حتما حتما در خدمتش خواهیم بود. حتما آخرین کتابی که احمد سروش داشت درای خود فراموشان بود. درای خود فراموشان بلند آهنگ سازی که از نوشتن نیست فریادی و این کتاب دومین کتاب بود بعد از کتاب قبلی که اون رو به جوانان ایران اهدا کرده بود و یکی به استقبال یکی از شعرهای اقبال لاهوری رفته بود ای جوانان متن جان من و جان شما. احمد سروش ایران رو خیلی دوست داشت بدون تردید. بارها ما همونطور که اشاره کردن با آقای نویزاده ایشون رو در رادیو ملاقات کردیم، حیرت و این بخت رو نداشتیم شما رو در راه ببینیم. دیگه پیش میمد که من دوستان کنیم بود یا جای دیگه استودیو. در هر حال نکته این هست و بسیار دیگه از عزیزان به اتفاق آقای نوریزاده آقای طاهرزاده این برنامه رو در همین لحظه تقدیم میکنیم به احمد سروش و همه عزیزانی که در رادیو بودن اون سالها. فرهنگ فرحی عزیز، دکتر ابوالقاسم جنتی عطایی گرامی و همه عزیزان، اکبر مشکین، همه گویندگان، سارنگ عزیز فرزاد، مستجاب الدعوه گرامی کمال الدین مستجاب الدعوه و از آقای معینیان تا تورج فرازمند عزیز، دکتر جانبانی گرامی که مدت ها رئیس رادیو بود و همه عزیزانی که بود یادشون بخیر. سپاس از شما آقای نوریزاده و سپاس از شما آقای طاهرزاده عزیز و مهمان گرامی تفسیر خبر. پی میگیریم تفسیر خبر رو تا لحظاتی دیگر. چند خبر هست با شما عزیزان مرور میکنیم. روزنامه جمهوری اسلامی از سخنگویان ولی فقیه آمده و نوشته که دولت رئیسی فامیل سالاری رو جایگزین شایسته سالاری کرده است. یعنی اینی که تمام کاسه کوزه ها رو بخوان بر سر ابراهیم رئیسی که به اندازه کافی پرونده مشعشعانه ای داره با کشتارهای دهه 60 و بقیه امور شکستن که دولت رئیسی فامیل سالاری رو جایگزین شایسته سالاری کرده. یعنی قبل از این نبوده، قبلا بر اساس شایسته سالاری بوده تمام دولت ها از بنی صدر گرفته تا رئیس جمهور مغروق و پیش از اون رجایی و بقیه و بقیه. این دولت همونطور و این حکومت انقلابی همونطور که بارها اشاره کردم از فردای فیروزیش حکم به دست اینون داد که شما به سمت پرویز یا حقی منصوب می شوید و سلام نامه تمام. تمام شایستگان رو خانه نشین کردن در عرصه‌های مختلف، در عرصه‌های صنعتی گرفته، کشاورزی گرفته،
وسایل ارتباط جمعی رسانه ها گرفته، سینما گرفته، تئاتر گرفته، جز کسانی که حاضر شدن تک و توکی به پایبوسی و در عرصه نظامی. و امروز روز بعد از 43 سال ابراهیم رئیسی، خانم سهیلا حجاب زندانی سیاسی وکیل دادگستری، باز هم پرونده جدیدی علیه او در حال ساختن هستن و تهدیداتی که هست. ایشون توسط رئیس حفاظت زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته و تهدید شده که پرونده تازه علیه تو ساخته خواهد شد. خبر رو خبرگزاری هرانا داده که در زمینه حقوق بشر فعالیت میکنه و اتهام جدید ایشون رو ترغیب به شورش عنوان کردن. این هم نمونه ایست که زندانیانی رو به زندان میفرستن، کسانی شهروندان نازنین ایرانی رو، جوانان ایرانی رو، و بعد در اونجا هم پرونده هایی برای اونها میسازن و گاه اعدام هم میکنن که گاه نیست بسیار، یا زیر شکنجه میکشنن. و در این گاه اعدام کردن هایی که ابراهیم رئیسی نیست دست داشت، بیش از 3000 نفر تا 20000 نفر هم گزارش شده در داعش هست که کشته است. حسن رحیم‌پور ازغدی از مفسران حکومت، اساتید دانشگاه، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، یعنی روی همون کرسی که عبدالکریم سروش نشست و بقیه و دانشگاه ها رو تعطیل کردن و تا عطر اسلامی معطر کنن دانشگاه رو، ایشون آمده و گفته جز ایران هیچ رژیمی موجودیت خود رو با رأی مردم به دست نیاورده. میگید نبرید ببین، این هم حرف ایشون. سوال ساده این که خب الان این موجودیتی که اینقدر به اصطلاح باش پوز داده میشه، بیاید دوباره بذارید به رأی مردم، این بار آزادانه و بدون احساسات انقلابی اون سال بار. و قالیباف حکومت، محمد باقر حکومت، آمده گفته در بعضی از موضوعات دچار ضعف، تردید یا لکنت زبان شدیم. در هر موضوعی دچار ضعف، تردید، لکنت زبان بشوید، در انتقال مال و منال به استرالیا و کانادا و همین آمریکا و اروپا نه خیر، هرگز. حسن شمقدری، اگر فامیلشون اشتباه میخونم پوزش میخوام از ایشون، مستندساز اصولگرای انقلابی، هم آمده گفت ما فقط آزادیم که علیه اصلاح طلبان فیلم بسازیم، ببریم مال مسلمان شو مالت ببرن، داد و فریاد برای که مسلمانی نیست. خب اون زمان که میگفتن بالاخره به همون جایی که پیش بینی میشد رسیدی، یعنی میگه راجع به شورای نگهبان و اینا اجازه نداریم حرف بزنیم، باز جنگ داخلی است و تا این حد دایره بسته داره میشه. و خبرهای دیگری هم که بود، بازی های المپیک امروز، المپیک زمستانی امروز آغاز شد در پکن با مقررات بسیار بسیار فشرده. تماشاچی نخواهند داشت، به کسان ورزشکاران اجازه ورود ندادن. کشوری مانند چین، کشور کمونیستی سرمایه‌داری مانند چین، به هر حال توانایی برگزاری مسابقات المپیک رو داشته و داره. ایران در 1974 بازی‌های آسیایی رو برگزار کرد، 5 سال قبل از انقلاب. من در اونجا این وقت رو داشتم در کنار با تجربگان بسیار، کارگردانان فنی ارجمند مانند آقای کامبیز آزادگان عزیز. من یک بازی رو هم در دوره مدرسه تلویزیون سینما سویچ کردم، یک بازی بسکتبال، بله بسکتبال برای. ولی مقدمه مسئله من نیست، مسئله ایران هست که قرار بود این مقدمه المپیکا باشه و المپیکا و المپیکا و بازی های جهانی. سر از کجا در آوردیم؟ سرنوشت ایران بارها گفتم این نبود و سرنوشت ایران امروز روز بسیار غم انگیز این مرحله ای که هست ایران در و مردم ایران، و قطعا آینده ایران بسته به اراده و همت مردم ایران است، بدون تردید، بدون تردید. بینندگان گرامی، به پایان برنامه رسیدیم. به اتفاق امین عزیز، تهیه کننده
علی گرامی کارگردان فنی برنامه، برای شما روزگار خوشی رو آرزو میکنیم با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سهند و سبلان، آسماری، کوساران، دنادراک، الوند، کوزاکروس، تفتان، بینالود و درفک، کوساران تاراز و منگشت و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد گشت.